سلام بچه ها، اسم من هاله است. اومدم با هم یه داستان بخونیم به اسم سیب زمینی عظیم الجثه. بچه ها، این داستان یه افسانه خیلی قدیمیه که قبلنا برای بچه ها تعریف می شده، ولی الان شخصی به اسم آبری دیویس اومده و این قصه رو برای بچه ها بازگویی کرده. خب قبل از اینکه قصه رو با هم بخونیم میخواستم یه چیزی نشونتون بدم. بچه ها، این یه سیب زمینیه. سیب زمینی گاهی اوقات وقتی که توی گرما قرار میگیره و جلوی نور آفتاب قرار میگیره یه چیزهایی توش در میاد، یه فرو رفتگی هایی که بهش میگن چشم سیب زمینی. و اگه این سیب زمینی همین شکلی توی گرما بمونه جوونه میزنه. این جوونه مال این سیب زمینیه. وقتی که این جوونه یا چشم سیب زمینی رو میکارن میتونن بازم سیب زمینی تولید کنن. پس الان داستان ما امروز در مورد سیب زمینیه. هیچ جا نرین تا با هم داستان رو بخونیم. یکی بود یکی نبود. یک کشاورز بود که یه چشم داشت. اون چشم شبیه چشم من و تو نبود. اون چشم چشم سیب زمینی بود. کشاورز چشم سیب زمینی رو کاشت و اون چشم رشد کرد و تبدیل به یک سیب زمینی شد. سیب زمینی رشد کرد و بزرگ و بزرگ و بزرگتر شد. سیب زمینی فربه و عظیم الجثه شد و اون تبدیل شد به بزرگترین سیب زمینی دنیا. پس کشاورز گفت دیگه وقتشه که بکشیمش بیرون. سیب زمینی رو محکم گرفت و کشید و کشید و کشید، ولی سیب زمینی از زمین بیرون نمی اومد. پس کشاورز خانومش رو صدا کرد. خانوم، یوهو، خانوم. خانوم کشاورز رو گرفت. کشاورز سیب زمینی رو گرفت و کشیدن و کشیدن و کشیدن. اما سیب زمینی از زمین بیرون نمی اومد. پس خانوم دخترشون رو صدا کرد. دخترم، آهای دخترم. دختر خانوم رو گرفت. خانوم کشاورز رو گرفت. کشاورز سیب زمینی رو گرفت و کشیدن و کشیدن و کشیدن، ولی سیب زمینی از زمین بیرون نمی اومد. پس دختر سگش رو صدا کرد. بدو سگ، بدو بیا اینجا. سگ دختر رو گرفت. دختر خانوم رو گرفت. خانوم کشاورز رو گرفت و کشاورز سیب زمینی رو گرفت و کشیدن و کشیدن و کشیدن، ولی سیب زمینی از زمین بیرون نمی اومد. پس سگ گربه رو صدا کرد. بیا گربه بیا. میو میو میو. گربه اومد و سگ رو گرفت. سگ دختر رو گرفت. دختر خانوم رو گرفت. خانوم کشاورز رو گرفت و کشاورز سیب زمینی رو گرفت. کشیدن و کشیدن و کشیدن، ولی سیب زمینی از زمین بیرون نمی اومد. پس گربه موش رو صدا کرد. کمک موش، کمک. موش اومد و گربه رو گرفت. گربه سگ رو گرفت. سگ دختر رو گرفت. دختر خانوم رو گرفت. خانوم کشاورز رو گرفت و کشاورز سیب زمینی رو گرفت. کشیدن و کشیدن و کشیدن و رپ، سیب زمینی از جاش در اومد. کشاورز گفت چه سیب زمینی گنده ای. خانومش گفت چه سیب زمینی گنده ای. دخترش گفت
اه اه چه سیب زمینی کثیفی. پس سیب زمینی رو شستن و خرد کردن و پختن. بوی سیب زمینی همه مردم شهر رو کشون به مزرعه. مردم با خودشون چنگال آوردن، اونا با خودشون کاسه آوردن و اونها با خودشون کره و نمک آوردن و خیلی زود همه شروع به خوردن سیب زمینی کردن. وای خیلی خوشمزه بود. پس خوردن و خوردن و خوردن تا اینکه سیب زمینی تموم شد و حالا دیگه داستان ما هم تموم شده. خب بچه ها قصه ما به سر رسید. خب بگید ببینم از این قصه چی یاد گرفتین؟ یه خوده فکر کنید ببینید این داستان چی رو به ما یاد میده. بچه ها این داستان سالهای ساله که داره برای بچه های مثل شما تعریف میشه و خیلی مهمه که از این داستان یه درس یاد بگیریم. توی این داستان همه دست به دست هم میدن و به همدیگه کمک میکنن تا یه کار خیلی بزرگ و عظیم و جسه و سخت انجام بشه. پس ما یاد میگیریم که هر کار سختی میتونه قابل انجام باشه اگه ما به هم کمک کنیم. امیدوارم از داستان امروز خوشتون اومده باشه. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.